بسم الله الرحمن الرحیم. داریم ریویو میکنیم فارماکولوژی، از رو فلش کارت داریم میخونیم. اوکی، سوماتوتریپتان اسم تجاریش چیه؟ ایمیترکس. ما داریم الان سروتونین آنتاگونیست فلش کارت شماره 167 میخونیم. مکانیزم سوماتوتریپتان دات ا سلکتیو آگونیست فور سروتونین 1B اند سروتونین 1D، سروتونین 1BAT. اوکی، ریسپتور ساب تایپ واز ا کانستریکشن اف اینتراکرانیال آرتری انجام میشه، اینکلودینگ آرتریو ونوس آناستوموزیس including arteriovenous anastomosis and perisynaptic suppression of the release of vasoconstrictive and nociceptive neuropeptide. Perisynaptic suppression of release of vasoconstrictive and nociceptive neuropeptide prevent میکنه، suppress میکنه release vasoconstrictive را، پس واسه vasodilation شده میشه. This action counter two components of the pathogenesis of migraines. حالا pathogenesis of migraine: first trigeminal nerve activation, release of vasoactive neuropeptide at vascular terminal of trigeminal nerve. تریجمینال نرو اکتیو میشه به دلیل بیماری میگرن داره میگه، خب ریلیز اف وازو اکتیو نوروپپتایدز ات واسکولار ترمینال اف تریجمینال نرو، اینفلامیشن میاره، پری واسکولار ادما، استرچینگ اند اکتیویشن اف نوسیسپتیو افرنت. پس تریجمینال نرو اکتیویشن باعث اینفلامیشن، پری واسکولار ادما، استرچینگ اند اکتیویشن اف نوسیسپتیو افرنت میشه. تو آلتریشن این سریبرال بلاد فلو، یعنی including vasodilation of arteriovenous anastomosis, diversion of blood away from capillary باعث سریبرال ایسکمیا میشه. وقتی وازودیلیت بشه تو مغز سریبرال ایسکمیا، آره دیگه، خون زیاد نمیرسه، درسته، خون میمونه دیگه، وقتی زیاد نمیرسه vasodilation of arteriovenous anastomosis, diversion of blood away from capillary سریبرال ایسکمیا میده. اینا دلیل چیه؟ میگرنه، پاتوجنزز آف میگرن. بعد داره میگه پریسیناپتیک ساپریشن آف ریلیز آف وازوکانستریکتیو و نوروپپتیدز. پریسیناپتیک ساپریشن، پریسیناپسینگ، یعنی الان من قاطی کردم این کارو میکنه یا نمیکنه، فهمی چی میگم؟ بد نمیشنیم. خب کتاب فارماکولوژی بده سریع تکرار. من پاورپوینت داریم ازش. خب بده کتابو بده، حال ندارم از پاورپوینت الان پیدا کنم، کتاب اونجاست. کلینیکال یوز سوماتوتریپتان چیه؟ اکیوت تریتمنت اف میگرن ویت اور ویدوت آورا. آورا چی بود؟ گفتیم وقتی که چشم پرک بزنه یه حالتای نورانی دادم جلو چشش ببینه میشه آورا، درسته؟ ویت اور ویدوت آورا رو درمانش با بگو چیه؟ سوماتو تریپتان. خب حالا سوماتو تریپتان که تو این جلد نبوده، تو اون جلده. اونجا نمیدونم کجا. خودش که از تو این کتاب هم میشه دید. شما اذیت نشی. سوماتوتریپتان. استیو. بله اینجاست. گفته که سوماتوتریپتان ضد میگرن آگونیست انتخابی گیرنده. گفته که این اثر ضد میگرنش اینه که این دارو به طور انتخابی به گیرنده های سروتونین 1BAT در شریان بازیلار و عروق دورامتر متصل میشه و باعث انقباض عروق میشه، چون عروق بازو دیلیت شده، باعث انقباض عروق و بهبود درد میگرن میشود. پس سوماتوتریپتان باعث انقباض عروق میشه. چرا؟ چون وازو دیلیشن و میگرن و برین اسکمیا دلیل میگرنه. وازو کانستریکتور. آره. گفته اینهیبیت میکنه پپتیدی که باعث وازودیلیشن میشن دیگه، نوروپپتیدی که باعث وازودیلیشن میشن، شاید منظورش همین بوده. بعد گفته که به هر حال کلینیکال یوز سوماتوتریپتان چیه؟ بگو اکیوت تریتمنت اف میگرن ویدور ویدوت آورا. ساید افکت سوماتوتریپتان گفته که کوروناری آرتری وازو اسپاسم میده، کوروناری آرتری قلبو وازو اسپاسم میکنه، یعنی علاوه بر اینکه مغزو وازو اسپاسم میکنه هم قلبو هم میکنه. اون وقت باعث آنژینا، مایوکاردیال اینفارکشن و آریتمیا میشه. از طرفی هایپرتنسیو اپیزود داره، باعث پارستزیز میشه، پارستزیاز، بگو پارستزیاز، فلاشینگ اند دیافورزیز. دیافورزیز هم یه جور تعرق بود، درسته؟ پرستزیازیز، فلاشینگ و دیافورزیز میشه. سروتونین 1 سلکتیولی گیوز دیس دراگ بهتر ساید افکت پروفایل دن دی اولدر ارگوت آلکالوئید.
سروتونین وانا سلکتیولی گیو دیس دراگ ا بدر ساید افکت پروفایل دن اولدر ارگوت آلکالوید، یعنی این دارو از ارگوت آلکالوید ها بهتره. کانترا ایندیکیشن سوماتوتریپتان با کورونری دیزیز، سربرو وسکولار دیزیز اور پریفرال وسکولار دیزیزه. آن کنترولد هایپرتنشن هم میاره، فشار غیر کنترل شده میبره بالا. متابولیسمش از راه اینتراماسکولار و پر اوس سابلینگوال اینترانازال داره، یعنی این فرما را داره و متابولایز بای ما او ای مونو آمین اکسیدیز ای متابولیسم میشه. اینتراکشن شود نات بی یوز وید این 14 دیز آف تریتمنت وید ما او ای اینهیبیتور. ما او ای اینهیبیتور یعنی کیا؟ یعنی آنتی دپرسنت ها، درسته؟ اگه داری آنتی دپرسنت میخوری نه اینا را مصرف نکن. سلجن ما او بی اینهیبیتور بود، خب آنتی دپرسنت مثلا فلوکسیتین چه می‌دونم یه سری داروا چی بودن، ما اینهیبیتور بودن. حالا چون این داره با ما متابولیسم میشه، با آنتی دپرسنت با هم مصرف نشه. نوت آلموتریپتین، التریپتین، فرووتریپتین، ناراتریپتین، ریزاتریپتین، زولمیتریپتین، or similar triptans ها. other medication used to treat migraine include NSAID. درمان های دیگری که برای درمان میگرن چیه؟ NSAID ها مثل ایبوپروفن for acute pain relief یا متوکلروپرامید for the treatment of severe nausea or vomiting. متوکلروپرامید as ondansetron and other serotonin antagonists are contraindicated. ولی ondansetron هم ضد تهوع بود، خب ولی چون سروتونین آنتاگونیسته ممنوعه با سوماتوتریپتان مصرفش، چون این سروتونین آگونیسته. اند بتا بلاکر ها با بتا بلاکر ها چیه؟ کانترا ایندیکیتده. چرا؟ با بتا بلاکر ها آره، به خاطر اینکه بتا بلاکر ها بشار مرم بالا، اینم باعث هایپرتنشن میشه، اوضاع خیلی بد میشه، درسته؟ با سی سی بی، سی سی بی مخففه چیه؟ من نمیدونم سی سی بی مخففه چیه. داروه سی سی بی کجا میتونم پیدا کنم؟ اینم ایندکس نداره؟ ای بی سی 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 بی بی سی دی ای ای بی سی دی ای نداره. جد ولی واسه سامری همیشه تایی کتاب رو میذارم. حالا به هر حال با سی سی بی کانترا ایندیکی داده با تیری سیکلیک آن دپرسن. چرا؟ چون اینا ما اینهیبیتور هم با سلکتیف سروتونین ری آپتک اینهیبیتور ها SSRI ها ان آنتی اپیلپتیکس فور پروفیلاکسی و اون داروهای ضد تشنجی که برای پیشگیری هم هستن نوایسی و همراه با سوموتریپتان مصرف شد. خب حالا ببین این ور چی نوشته. نوشته تریپتان ها مثل سوموتریپتان چی کار دارن میکنن؟ این الان سربراله، میبینی وازو دیلیت شده؟ استیمولیت میکنه ها. ببین کار سراتونینه وازو کانستریکشنه، درسته؟ آره. سوماتوتریپتان استیمولیت میکنه سراتونینه، اون وقت سراتونین سلکتیف سراتونین ری آپتیک اینهیبیتور این کارو داره ممانعت میکنه از سراتونین، پس برعکسشه آنتی دپرسنت سلکتیو سروتونین ری آپتیک اینهیبیتور، درسته؟ دارین اینهیبیت می آپتیک نشه که این کار انجام بده دیگه. آفرین. پس سوماتوتریپتان کانترا ایندیکیتد چون با اس اس آر آی به این دلیل اون وقت باعث میگرن ری لایف میشه. قبوله؟ خب این کار تموم شد. سوماتوتریپتان، آلموتریپتان، التریپتان، فرواتریپتان، ناراتریپتان، ریزاتریپتان، زولمیتریپتان. قبوله؟ بیریم سر ارگوتامینا. ارگوتامینا نام برده، گفته ارگوتامین، دیهیدرو ارگوتامین، ارگونووین و متیل ارگونووین. خب مکانیزمش رو نگاه کن. ارگوت آلکالوئید ارگوتامین میده، عین هو سوماتوتریپتان میبینی سروتونین استیمولیت میکنه، وازو کانستریکشن میکنه، میگرن ریلایف. ارگوت آلکالوئید رو سروتونین وان بد این کارو وان این کارو میگن. رو سروتونین تیری باعث لترال رتیکولار فرم باعث ناز آوام ومیتینگ میشن. آره دیگه، چون سروتونین ببین داره استیمولیتش میکنه. ما گفتیم چیزی که سروتونین سرو اینهیبیت کنه نوزا رو کم میکنه مثل جینجر. حالا اینجا داره اینکریزش میکنه و در نتیجه نوزا القا میشه. آفرین. سروتونین فرم داره استیمولیت میکنه، اون وقت اینکریز استول آوتپوت باعث دیار آ میشه.
اوکی؟ بعد گفته ارگوت آلکالوئید آر توکسین پرودیوس بای فونگوس کلاویسپس پورپورا ویچ اینفکتس اگین اینتوکسیکیشن کاراکترایز بای پرولانگ وازو اسپاس گانگرین پارستیازیز اند اسپونتینوس ابورشن میاره. واز نون ات سنت آنتونیز فایر بیکاز آف دی ریلایف آبتین بای گوینگ تو سنت آرتونی شراین لایکلی اتریبیوتیبل تو توکسینز فری دایت آن دی تریپ. گفته به صورت تصادفی شناخته شده از سنت آنتونی فایر چون که نجات اون تونست نجات بده این سنس آنتونی شراین نام مثل اینکه اتریبیوت شده بود با توکسین فری دایت آن دی تریپ فی همچی حالتی. خب به هر حال از فونگوسی به نام چی گرفته میشه؟ کلاویسپس پورپورا که زنگ گندمه. قبوله؟ حالا ارگوتامین هم سروتونین آگونیست هستن همون که دید طور که دیدی دی مکانیزم ان ارگوت آلکالوئید دی دراگ از پارشال. حالا این تاپیک چی بود کلا؟ سروتونین آگونیست ها. An ergot alkaloid, the drug is partial agonist of serotonin receptor, thereby causing intracranial vasoconstriction and suppression of the meningeal nociceptive pathway. مثل سوماتوتریپتان. The drug is non-specific. It interacts with multiple serotonin receptor and alpha 1 adrenal receptors also. یعنی چی؟ یعنی هم برای آلفا وانه؟ هم برای سروتونینه. نان اسپسیفیکه. Acute treatments of the migraine with or without aura is a clinical use of ergotamine. The side effect of ergotamine, nausea and vomiting caused by activation of CNS emesis center, C-ondansetron, make their use in migraine. Symptoms of which include nausea and vomiting, problematic and have related ergot alkaloid to second line therapy. به این دلیل شده second line therapy درمان میگرن. Coronary artery vasospasm is a side effect of ergotamine, paresthesias, myalgias, uterine smooth muscle contraction که باعث ابورشن میشه. اوکی؟ Contraindication with vascular disease with uncontrolled hypertension and pregnancy. Note, dihydroergotamine or migranal can be given intranasally. Dihydroergotamine intranasally IM and IV داره. Ergonovin or ergotrate and methyl ergonovin or metergine are ergot alkaloid that caused marked uterine smooth muscle contraction and are used to control postpartum hemorrhage. Intracoronary ergonovin has been used to diagnose variant angina or همون پرینز متال آنژینا. پس ergonovin has been used to diagnose پرینز متال آنژینا by testing for vasospasm. Bromocriptine, another ergot alkaloid, acts primarily as a dopamine agonist and is used for hyperprolactinemia and Parkinson's disease. پس bromocriptine یه ارگوت آلکالویدی که به عنوان دوپامین آگونیست استفاده میشه، نه به عنوان سروتونین آگونیست. و برادر مانه برای برای پارکینسون و هایپر پرولاکتینمیا استفاده میشه. چرا گفتم چرا هایپر پرولاکتینمیا؟ چون یاد بشه دوپامین و سوماتوتریپتان اینهیبیت میکنن رشد گروس فاکتورا رو. درسته؟ درست. به خاطر همین استفاده میشه و در هایپر پرولاکتینمیا چون دوپامین آگونیسته. لیزرژیک اسید دی اتیل آماید اور ال اس دی از هالوسینوجنیک ارگوت دریویتیو باعث توهم میشه. از اول که ارگوتا رو نام ببر، ارگوتامین، دیهیدرو ارگوتامین، ارگونوین، متیل ارگونوین در درمان میگرن با سروتونین وان، ولی باعث نوزا و ومیتینگ میشه که این ساید افکتشه با سروتونین 3. اوکی؟ و استول آوتپوت باعث اسهال میشه بازم خاطر سروتونین 4 در اینتستاین که داره روش عمل میکنه. سروتونین آگونیست بعدی بوسپیرون. بوسپیرون سلکتیو پارشیال آگونیست آف سروتونین 1A سروتونین ریسپتور. کلینیکال یوز آف بوسپیرون از انکسیولیتیک ویدوت سدیشن زد استرابه بدون اثر خواباوری. کنات بی یوز تو تریت بنزودیازپین ویدروال. اگه کسی بنزودیازپین رو ویدرو کرده نمیتونی از بوسپیرون که اونم انکسیولیتیک مثل بنزودیازپین ها مثل دیازپام نیترازپام استفاده کنی. Side effect of buspirone is tachycardia, palpitation and GI distress.
less abuse potential than benzodiazepine, no rebound anxiety or withdrawal symptoms with discontinuation. اگه discontinue بشه no rebound anxiety or withdrawal symptom هم نداره. Contraindication with hepatic impairment or renal impairment. متابولیسمش اگه پروس مصرف بشه باعث hepatic oxidation داره to active metabolite. Interaction use of MAO inhibitor may lead to hypertensive crisis. استفاده کردن از بوسپیرون که سروتونین آگونیسته با MAO inhibitor باعث هایپرتنسیو کرایزیس میشه. Concomitant consumption of grapefruit juice can lead to markedly increased level of buspirone because of inhibition of cytochrome P3A4. Concomitant consumption of grapefruit juice که inhibitor CPCA4 وقت بوسپیرون سطحش زیاد میشه. من فقط اونجا با ماو نفهمیدم چرا اومد. خب حتما با ماو داره اینهیبیت میشه دیگه. یوز اف ماو اینهیبیتور می لید تو هایپرتنسیو کرایزیس. سطح بوسپیرون بازم میره بالا. حتما آن گروه آمین داره. همین. بوسپیرون پس یه انکسسولیتیک ویدوت سدیشنه. سروتونین 1A رسپتور پارشیال آگونیسته. بریم سر سروتونین آگونیسته بعد سروتونین 3 یا سروتونین 3 اوندان سنترون. اسم دارو باشه نام ببر اوندان سنترون، دولاسترون، پالونوسترون، گرانی سترون، آپرپیتانت، گرانی سترون، دولاسترون، پالونوسترون. اوکی؟ بعد این الان سرتونین گفت سه یا سرتونین چند؟ اینا ببین اینا الان وارد سرتونین آنتاگونیست شدیم. سرتونین سه آنتاگونیست. قبوله؟ ببین داستان چیه؟ این همه این سترون ها سترون فیمیلی با سروتونین سه که در لترال رتیکولار فرم قرار داره اینهیبیت میکنن سروتونین سه را، باعث ریلایف آف نازا و ومیتینگ میشن. سروتونین وان را اینهیبیت میکنن باعث سردرد میشن. اوکی؟ از طرفی سروتونین سه در اینتستین را اینهیبیت میکنن استول آوتپوت کم میشه کانستیپیشن میاره. سروتونین سه اینهیبیت هم باعث یعنی باعث یوبوسات میشه. آفرین. بعد گفته اوندان سترون مکانیزم سلکتیو سروتونین آنتاگونیست دت بلاکس د سروتونین 3 ریسپتور این کیمو ریسپتور تریگر زون اور سی تی زد اند جی آی ترک. امزیز از کنترول بای د وومیتینگ سنتر این د لاترال رتیکولار فورمیشن اف مدولا. Sources of input includes the CTZ in the area post-rema in the floor of the fourth ventricle. در فورس ونتریکل مغز. The vestibular apparatus and visceral afferents the neurofarmacology is incompletely understood. نوروفارماکولوژیش هم کامل فهمیده نشده. But the chemotriggerzone has a high density of dopamine and serotonin 3 receptor. اما چی؟ The neurofarmacology is complete. But the chemotriggerzone has a high density of dopamine and serotonin 3 receptor. Like ما serotonin 3 رو در CTZ inhibit کنیم زده استفراغیم. Okay? Which correlates with the observation that dopaminergic and serotonergic antagonists have a strong anti-emetic property. چرا چون دوپامین و serotonin 3 تو CTZ هست. دوپامین آنتاگونیست دیگه. آره. Clinical use of ondansetron family. Potent anti-emetic. Particularly for chemotherapy induced and post-operative nausea. Post-operative nausea and particularly for chemotherapy induced nausea. Side effect is headache and constipation are most common. Asymptomatic elevation in the liver function test and change in ECG interval have been reported. Extrapyramidal symptoms are extremely rare. چرا؟ چون extrapyramidal symptoms برای دوپامین آنتاگونیست است. دوپامین آگونیستا یا آنتاگونیستا؟ دوپامین آنتاگونیستا که تو بیمار یه چی به کار میرن؟ اکسترا پیرامیدال چی؟ اکسترا پیرامیدال ساید افکت یعنی همون که دست لرزه برادیکینزیا انواع برادیا انواع کینزیا آکینزیا برادیکینزیا یادته؟ ستا بی بود؟ آره برای اینا درمانه کی بودن؟ بیماری ها رو بگو؟ شیزوفرنی یادته؟ شیزوفرنی مثبت نگاتیو داشتیم درسته؟ او. حالا شیزوفرنی ساید افکت داروهای دوپامین آنتاگونیستش برادیکینزیا آکینزیا بود دیگه. من درست میگم. نوت دولاسترون، گرانی سترون، پالونو سترون are other serotonin 3 antagonist and anti-emetic.
آره پیریپتان بگو. آره پیریپتان is a novel antiemetic that block neurokinin 1 receptor for substance P. پس بگو آره پیتان. آره پیتانت در تلفظ صحیحش. آره پیتانت بگو. آره پیتانت. آره پیتانت is a novel antiemetic that block neurokinin 1 NK1 receptor for substance P. The two major class of antiemetics are serotonin antagonist and dopamine antagonist. دو گروه مهم داروهای ضد استفراغ سروتونین آنتاگونیست ها و چی؟ دوپامین آنتاگونیست ها هستند، مثل پروکلوروپرازین. پروکلورو پرازین گفته سام آنتی هیستامین مثل دیفنهیدرامین پرومتازین هیدروکسیزین also good for good آنتی امتیک. بعضی از آنتی هیستامین ها مثل دیفنهیدرامین پرومتازین و هیدروکسیزین هم داروهای ضد استفراغ خوبی هستن. Probably because of combination of serotonin 1 and cholinergic blockage. چون هم H1 ها بلاک میکنن آنتی هیستامین ها، هم cholinergic blockage دارن استفراغ چیز میشه. ولی استفراغ اصلی توسط دوپامینرژیک آنتاگونیست مثل پروکلوروپرازین و سروتونرژیک آنتاگونیست مثل سترون فیمیلی انجام میشه. از نوروکلین وان رسپتور بلاکج مثل آرپیتنت آنتی هیستامین ها یه مقداری چی اثر ضد استفراغی دارن. دولاسترون، پالونوسترون، گرانیسترون، آرپیتنت هم که گفتیم نوروکلین وانه و اوندانسترون سترون فامیلی. سروتونین آنتاگونیست بعدی گفته آلوسترون. آلوسترون اون مکانیسمش چه شکلیه؟ گفته آلوسترون و تگاسروت. تگاسترول used for constipation پیریدوم در IBS، یعنی در IBS. حالا اینجا نگاه کن. مکانیسم آنتاگونیست of serotonin 3 receptor in the GI tract leading to decrease motility, decrease electrolyte secretion, increase fluid reabsorption, decrease afferent pain, neurotransmission. پس آلوسترون با اون بقیه سترون هم که یه مقداری فرق میکنه، ولی به هر آنتاگونیست سروتونین سیه منطقه مخصوص جی آی ترکته. سروتونین سه تو جی آی ترکته آلوسترون اینهیبیت میکنه، بعد دیکریز میکنه موتیلیتی جی آی ترکت رو، دیکریز میکنه الکترولایت سیکرشن رو، افزایش فلوید ری ابزوربشن میده و دیکریز میکنه آفرن پین نوروترانسمیشن رو. استفاده ای آلوسترون که آلوه مینی آلوسترون چیه؟ دیاره آ ان پریدومینن ایریتیبل باول سیندروم. اگه کسی آی بی اس یا دیاره آ داره آلوسترون بهش بدیم، یعنی سروتونین سه رسپتور آنتاگونیست بهش بدیم برای جی آی ترک این وومن. گفته بنفیت آلوسترون likely related to contracting of increased serotonin containing enterochromaffin cell and visceral hypertensively these patients. DRE from carcinoid syndrome هم خوب میکنه. یعنی چه افزایش serotonin containing enterochromaffin cell میده؟ مگه نمیگه آنتاگونیست سروتونین سه؟ گفته related to counteract ها counteract countering برخورد میکنه با افزایش سروتونین در containing enterochromaffin cell ها و visceral hypersensitivity in these patients. افرادی که irritable bowel syndrome دارن سروتونین تو بدنشون تو enterochromaffin cell ها زیاد شده، در نتیجه موتیلیتیشون زیاد میشه چون گفت سروتونین که استیمولیت بشه دیاره آ میاره. درسته؟ حالا من این سروتونین زیاد شده در انتروکروموفین سل ها رو با آلوسترون کم میکنم، وقت درمان دیاره آ میشه، باعث یوبوسر میشه، موتیلیتی کم میشه. میبینی؟ هایپر چی؟ هایپر سنسیتیویتی میده. بکنم بخاطر این که انتروکروموفین سل هیستامین ترشح میکنه. بله. پس سروتونین زیاد شده تو چه بیماری؟ آی بی اس. در کدوم سلول؟ انترکروموفین سل. من آنتاگونیستش رو میدم که باعث یوبوسد بشه، فولید ری ابزوربشن میکنه، دردم کم بکنه. حالا ساید افکتش اگه زیادی بدم کانستیپیشن، کاملا یوبوسد و توکسیک مگاکولون میده. مگاکولون توکسیک میشه. ایسکمیک کولایتیس. ischemic colitis میده. tough to be caused by suppression of intestinal relaxation. گفته فکر کردم برای سپریشن چیه؟ اینتستینال ریلکسیشن پرولانگ اسپاس ان ایسکمیا میده. اگه زیاد خورده چون موتیلیتی کم میشه اسپاسم پرولانگ میده. یعنی دیس ریر بات سیویر ادورس افکت لید تو تمپوراری ویدروال اف دیس دراگ اسپشیالایز فیزیسین سرتیفیکیشن پیشنت ادویکیشن ان ا پیشنت فیزیسین کانتراکت آر نو ریکوایرد فور یوز.
contraindication در constipation استفاده نشه including constipation predominant IBS. ما دو مدل IBS داریم، اون مدلی که predominant constipation استفاده نشه، برای predominant دیاره آ استفاده بشه که یوبوست بیاره. در inflammatory bowel disease استفاده نشه، در irritable bowel syndrome در IBS این IBS استفاده بشه نه IBD. در irritable bowel syndrome استفاده بشه نه برای inflammatory bowel disease. چرا؟ چون inflammatory bowel disease یا ulcerative colitis یا Crohn disease اوکی؟ برای این هم استفاده نشه. و diverticulitis، برای diverticulitis هم استفاده شه. بعد گفته متابولیسمش lower plasma concentration and less clinical efficacy are seen at equivalent dose in men. پلاسما کانسنتریشن کمتر و اثر کلینیکال کمتر با دوز مساوی تو مردها دیده شده، پس رو زنها بیشتر اثر داره. نوت تگاسرود از سروتونین 4 پارشیال آگونیست یوزد این کانستیپیشن پریدومینن آی بی اس. پس برای دیار پریدومینن اریتیبل باول سیندروم آلوسترون بده، طرف آلو که بخوره اسهالش برطرف میشه، یوبوست میگیره. خب اما تگاسرود با اسم تجاری زل نورم از سروتونین 4 پارشیال آگونیست یوزین کانستیپیشن پیردومینن آی بی اس. آنتی اسپاسمودیکه، چون گفتیم سروتونین 4 که تو روده تحریک بشه اسهال میاره دیگه، طرف یوبوست پیردومینن شده. حالا این چطور سروتونین 4 هم میگه؟ نه دیگه، هم گفت 3 هم گفت 4، مینی هم 4 هم 3. قبوله؟ بعد تگاسرود بگو. تگاسرود کوفه فه نداره. تگاسرود آنتی اسپاسمودیک، یوزوالی آنتی کولینرژیک ساچ از دیسیکلومین. بعضی وقت آنتی کولینرژیک هم هست، مثل چی؟ دیسیکلومین. اوپیوید آنتی دیاره آ، یه اوپیوید تگاسرود که ضد اسهاله. یادت اوپیوید ها همه باعث چی میشدن؟ یوبوست میشدن. خب دیگه اگه کسی اسهال داره خب اوپیوید بخوره یوبوست میگیره، درسته؟ اوپیوید آنتی دیار آ. حالا کلا اوپیوید آنتی دیار آ را نام ببر دیفنوکسیلات. دیفنوکسیلات یه اوپیوید زده اسهاله، از آنتی کولینرژیک های زده اسهال دیسیکلومین، تریسیکلیک آنتی دپرسنت زده اسهال آمیتریپتیلین، اند های فایبر دایت and استول بولکینگ ایجنت such as پیسیلیوم and also useful adjunct in IBS. و بعضی وقتا هم استفاده میشه در ایریتیبل باول سیندروم، یعنی بولکینگ ایجنت and پیسیلیوم برای هر دو تاش، هم آی بی دی میتونه استفاده بشه هم آی بی اس. نه 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 adjunct in IBS، خود آی بی اس، آی بی دی نه، خود آی بی اس. چه پریدومیننت دیارا، چه پریدومیننت کانستیپیشن، پیزیلیوم ان استول بولکینگ ایجنت هم میتونن استفاده شن با های فایبر دایت. اوپیوید آنتی دیارا دیسیکلومین. حالا نگاه کن این شکل رو ببین، میگه تگاسرود یوزد فور کانستیپیشن پریدومیننت ایریتیبل باول سیندروم. تگاسرود آگونیست کی بود؟ سروتونین 4. آلوسترون یوز فور دیار پریدومیننت ایریتیبل باول سیندروم. آلوسترون مثل همه سنترون ها سروتونین 3 رو آنتاگونیست، مونتا سروتونین 3 رودوی فقط. اوکی؟ آلوسترون استول آوتپوت رو کم میکنه، کانستیپیشن میاره. اوکی؟ ولی تگاسرود استول آوتپوت زیاد کنه، اسهال میاره، به خاطر همین چیزه. حالا چجوری حفظش کنیم؟ این تگاسرود یعنی سر ریز میشه، تگاسرود سگا که بیان تگاسرود مثل سگ میمونه، یعنی تگاسرود باعث اسهال میشه، ولی آلو که میخوریم باعث یوبوست میشه. آلو باعث چی میشه؟ یوبوست میشه. خب سرسنین 3 و تگاسرود باعث سرسنین 4. آفرین، این تموم شد، میریم تاپیک بعدی.